بذارید بهتون نشون بدم چطور میتونید یک بافت پوست طبیعی رو در فتوشاپ درست کنید. همه مطلب رو خیلی کوتاه و قابل حذف بهتون نشون میدم. من مهدی شیروانی هستم و بریم شروع کنیم. در قدم اول شروع میکنیم و تکسچر مورد نظر خودمون رو درست میکنیم. اول از همه میریم توی منوی فایل و بعد از اون یک داکیومنت جدید درست میکنیم. داکیومنت جدید ما باید 128 پیکسل در 128 پیکسل باشه. رزولوشن 72 پیکسل بر اینچ واسه ما کافیه. توجه کنید که حتما باید روی کالر مود RGB کالر و 8 بیت باشه، چون این فیلتری که میخوایم استفاده کنیم فقط روی 8 بیت جواب میده. قسمت بک‌گراندمونم میذاریم حالت کاستوم و بعد رنگشو که انتخاب میکنیم سر برایتنس 50% یا کد رنگی 80-80-80 که میشه خاکستری مطلق انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. گزینه کرییت رو میزنیم و داکیومنت جدید خودمون رو درست میکنیم. دومین قدم ما استفاده از فیلتر مورد نظرمونه. میریم توی منوی فیلتر و فیلتر گالری رو انتخاب میکنیم. توی فیلتر گالری توی قسمت تکسچر و تکسچرایزر انتخاب میکنیم و گزینه تکسچرمون رو میذاریم سر سند استون. همونطور که میبینید ما یه گزینه اسکیلینگ داریم که اندازه تکسچر ما رو مشخص میکنه که ما در حال حاضر همون 100% میذاریم و ریلیف که بین گزینه 5 تا 10 جوابگوی عکساتونه بسته به سایز عکستون، که من 7 برای من بهترین گزینه داخل این عکسی که دارم ادیتش میکنم. لایت یا نوری که روی تکسچر ما داره تابیده میشه و بر اساس عکسمون انتخاب میکنیم. توی عکس من نور اصلی ما یا مین لایت ما از بالا سمت راست روی صورت سوژه داره تابیده میشه، پس ما انتخاب میکنیم تاپ رایت و بعد از این گزینه اوکی رو میزنیم. اینجا تکسچرمون درست شده، ولی ما این تکسچر رو میخواییم به پترن تبدیلش کنیم. پس در قدم بعدی میریم سراغ ساختن پترن. از منوی ادیت گزینه دیفاین پترن رو انتخاب میکنیم و اینجا اسم پترن مورد نظرمون رو مینویسیم که توی پترنهای ما گم نشه. پس من اینجا یه پترن اسکین تکسچر ساختم، می نویسم اسکین تکسچر و نورشم از تاپ، از بالا و رایت در حال تابیدنه. اینو می نویسم که یادم بمونه این تکسچر پوست من بر اساس چه تابش نوری ساخته شده. اوکی رو می زنم. اینجا پترن ما ساخته شد. در قدم بعدی پترن خودمون رو اعمال میکنیم روی عکسمون. از این قسمت گزینه ادجاستمنت هامون ادجاستمنت پترن رو انتخاب میکنم و در این قسمت پترن مورد نظرم رو میذارم روی تکسچری که ساختم. اوکی رو میزنم. برای اعمال تکسچر پوستمون روی عکس باید از بلند مود استفاده کنیم. من از بلند مود سافت لایت استفاده میکنم. تو این قسمت از اوورلای تا هارد میکس یک سری بلند مودی داریم که باعث میشن که خاکستری مطلق ما حذف بشن و فقط روشنایی و تاریکی رو نگه دارن. چیزی که ما تو تکسچرمون داریم میخوایم روشنایی و تاریکی ها رو نگه داریم. پس من گزینه سافت لایت رو از بین این گزینه ها انتخاب میکنم. بعد از این یه کمی رو عکس زوم میکنیم تا اندازه تکسچر خودمون رو معین کنیم. من اگر بخوام اندازه شو اینجا تغییر بدم روی پترنمون
دابل کلیک میکنم و در این قسمت میام اسکیلش رو کم و زیاد میکنم. بسته به عکستون باید این اسکیل رو انتخاب کنید. الان من تو همین اسکیلی که انا از 133 با این تکسچر اوکی هم. اوکی رو میزنم. اگر تا اینجای آموزش خوشتون اومده حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم روشن کنید تا پستای جدیدی که میذاریم براتون نوتیفیکیشن بیاد و با خبر بشید. خب پترن روی عکسمون اعمال شد ولی تکسچر پوست ما به صورت فلت اعمال شده، به صورت صاف و یک دست اعمال شده روی عکسمون و هنوز کارمون تموم نشده. ما اول از همه باید بیایم با فیلتر لیکویفای این کار رو انجام بدیم، ولی قبل از اینکه بتونیم فیلتر لیکویفای رو روی این تکسچر خودمون اعمال کنیم، باید لایه پترن خودمون رو رسترایز کنیم، یعنی از حالت پترن بودنش در بیاریم و به حالت لایه، یک لایه عکس تغییرش بدیم. پس روی این قسمت کلیک راست میکنم و گزینه رسترایز لایر رو انتخاب میکنم. بعد از این میتونیم فیلتر لیکویفای رو اعمال کنیم. میریم توی منوی فیلتر و لیکویفای. توی این قسمت گزینه شو بک دراپ رو بزنید و در قسمت اینکه از کدوم لایه استفاده کنه، از لایه بک‌گراندمون میذاریم و گزینه مودش رو میذاریم بیهایند و اپاسیتیش رو میتونیم کم و زیاد کنیم که دقیق ببینیم داریم لایه تکسچر رو روی صورت سوژمون اندازش رو فیت میکنیم. خب من زوم میکنم روی صورت و شروع میکنم به لیکویفای کردن لایه تکسچرم. با استفاده از کلید براکت چپ و راست میتونیم سایز این لیکویفای خودمون رو تغییر بدیم. من از قسمت پشتش شروع میکنم، تکسچر پوستمون رو میکشم و تو این قسمت پشت سوژمون میارم به طرف داخل که اون بودی که میخوام رو به من بده. تو بقیه جای عکس هم همین کار رو میکنم. الان من توی آموزش سریعتر اینجا رو رد میکنم و یه کمی بی‌دقت، ولی شما تو عکس اصلیتون باید دقت بیشتری به خرج بدید. خب من الان میتونم بیام از ابزارهای مثل بلوت استفاده کنم و جایی که از عکس من بیرون زدگی داره رو نکنید زوم میکنم که دقیق ببینید. نکنید داره بود میده و این گونه ها رو میاره بیرون. این کار رو روی تمام جای عکسم انجام میدم، جایی که میخوام حالت بیرون زدگی تکسچر پوستم رو درست کنم. روی بینی روی لبها و روی شونه. من هر موقع اگه دیدید که زیاد این کار انجام شد با یه کنترل زد برش میگردونید. الان فقط حواستون باشه که دقیق جایی که از صورت بیرون زدگی داره رو فقط این کار رو انجام بدید و زیاد روی هم انجام ندید. خب الان توی دستش هم میتونم این قسمت ها رو بزنم، این قسمت ها به این صورت و روی شونه هاش هم یک کمی بیرون زدگی داشته باشه. خب الان برای تور رفتگی های قسمت های مختلف صورتمون میتونم از ابزار پاکر استفاده کنم. ابزار پاکر رو انتخاب میکنم و میام قسمت های مثل دور چشم یکمی زوم کنم قشنگتر معلوم بشه. الان شما با
دقت بیشتری این کار رو انجام بدید، من سریعتر انجام میدم که زمان آموزش ما طولانی نشه. تا همینجا فعلا اوکی، من اوکی رو میزنم که لیکویفای اعمال بشه. خب انا اگه زوم کنم و با دقت نگاه کنیم، من قبل و بعد رو نشون میدم که قشنگ متوجه قضیه بشید. نگاه کنید اینجا تکسچر فلته و تو اینجا تکسچر بود پیدا کرده. باز اگر خواستید میتونید این کارو بیشتر انجام بدید یا کمتر. خب انا کار ما تمام شده؟ نه، ما برای طبیعی تر کردن تکسچر باید سایه ها و هایلایت های روی پوستمون رو با تکسچر هماهنگ کنیم. یعنی من میخوام تو قسمت سایه ها و هایلایت ها تکسچر من کمتر دیده بشه. میام از ابزار بلند ایف استفاده میکنم. میریم تو قسمت افیکس و بلندینگ اپشن، میریم توی قسمت بلندینگ اپشن و بلند ایف و میگیم که این لایه ما رو بر اساس underlying layer، یعنی چی؟ یعنی لایه زیری خودش که عکس اصلیمونه و از قسمت تاریکی و روشناییش واسه ما این تکسچر رو حذف کن یا نشون بده. من تو قسمت تاریکی میام حذفش میکنم. اگه دقت کنید میبینید تو این قسمت من میخوام تو تاریکی کمتر دیده بشه، ولی خب نمیخوام اینطوری خط بیفته. پس با نگه داشتن Alt و کلیک روی این براکت میتونم اینو دو قسمت کنم که فید شدنشو قشنگ ببینید. و در قسمت هایلایت های عکسمونم دقیقا همین کارو میکنم. من قسمت های هایلایت رو ببینید، این قسمت من Alt رو نگه میدارم، قشنگ تکچر من روی عکس من بشینه. اینم قسمت بلند ایف که با این تکنیک میتونیم تکسچر خودمونو طبیعی تر کنیم. اوکی رو میزنیم. خب ما تو قدم بعدی از اینم فراتر میریم و تکسچر پوست خودمونو طبیعی ترش میکنیم. چطوری؟ نگاه کنید توی عکسای پورتره این لایه تکسچر رو حذف میکنم. فعلا نگاه کنید توی یه قسمت هایی شارپه و توی یه قسمت هایی حالت فلو داره، حالت بلوری داره. خب من میخوام این حالت بلور رو تکسچر خودم هم اعمال کنم. پس میام لایه تکسچر رو انتخاب میکنم، ابزار بلور تور رو انتخاب میکنم و قدرتش رو روی 50% میذارم. خب الان من با براکت های چپ و راست روی کیبورد میتونم سایزشو کوچیک و بزرگ کنم و قسمت فید بودن لبه های این ابزار رو با نگه داشتن شیفت و براکت های چپ و راست میتونم انتخاب کنم. من رو حالت فید شده میذارم. الان با این ابزار میام و رو لایه تکسچر خودمون این بلور شدن رو اعمال میکنم. نگاه کنید این بلور شدن باید با دقت روی عکستون اتفاق بیفته که بتونه طبیعی بشه. معنا این قسمت های گوش، این قسمت های گردن میخوام بلور باشه. این قسمت ها از عکس خودمون بلور بوده، پس من اینجا تکسچر خودمو بیشتر بلور میکنم. خب بعد از انجام این کار میریم و قسمت ماسک خودمونو و با زدن در پنل پروپرتیزش در با زدن اینورت یا اینکه روی قسمت ماسک کلیک کنید و با زدن کنترل آی اینورتش کنید و کاملا سیاه بشه. ماسک سیاه یعنی چی؟ یعنی دیده نشود. خب من الان این ماسک رو گذاشتم که از کل عکس من حذف بشه و با براش سفید میام و اون قسمت هایی رو که فقط میخوام نشون بده رو بر میگردونم که قسمت های پوست صورت همه فقط.
خب اینم از پایان کارمون و الان قبل و بعدش رو میبینیم. قبلش تکچر پوستی وجود نداشته و اینم از بعدش که ما خودمون تکچر پوست رو درست کردیم. تا آموزش بعدی، بدرود.